در برنامه این هفته؟ من شخصیت‌های داستانی رو آفریدم برای اینکه ایده های منو پیاده کنن. گفتگو با نسترن مکارمی درباره رمان توتال از جشنواره روتردام، فیلم میترا ساخته کاوه مدیری. گشتی در توکیو، نمایشگاهی از آثار دو عکاس برجسته ژاپنی. توتال نام رمانی نوشته نسترن مکارمی که به تازگی در ایران توسط نشر سالس منتشر شده. داستان توتال درباره نفته، مایعی سیاه و مقدس برای عده‌ای و ابزار اعمال قدرت برای عده‌ای دیگه. پیش از این از نسترن مکارمی دو رمان و دو مجموعه داستان کوتاه مثل قبار صورتی و شبنشینی بعد از مراسم ترحیم منتشر شده. نسترن مکارمی امروز از اصفهان مهمان منه تا درباره توتال با هم صحبت کنیم. خانم مکارمی، اگر موافقید با خلاصه ای از داستان شروع کنیم. داستان توتال، همونجور که فکر میکنم از شنیدن اسمش اولین چیزی که به ذهن مخاطب میرسه همون شرکت نفتی توتال هستش، اصلا در مورد نفته. ولی توی سه فصل روایت میشه. این سه فصل سه تا داستان به ظاهر مجزا از هم دارن، ولی به وسیله اون خط داستانی نفت و اون اسطوره هایی که توی داستان نوشته شدن، ساخت و پرداخته شدن، این سه فصل به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. فصل اول توتال در واقع توی فضای کاملا تخیلی و افسانه‌ای نوشته شده. فصل دوم تقریبا به زمان ها نزدیکتر میشه، مثلا حدود شاید 60-70 سال پیش، و یه مقدار شخصیت های دنیای واقعی نفت، شخصیت های تاثیرگذار تو دنیای واقعی نفت ما ایرانی ها به خصوص توش حضور پیدا می کنن و فصل آخر دیگه کاملا توی زمان حال اتفاق می افته و حال و هوا و فضاش خیلی رئال تر از دو فصل قبله. ایده این داستان چطور تو ذهن شما شکل گرفت؟ خب ما جنوبی ها مردمی هستیم که به هر طریق یه جورایی با قضیه نفت درگیر بودیم و هستیم، حالا چه به صورت شغل و اشتغال تو مناطق نفتخیز باشه، چه به صورت زندگی در هولوهوش و پیرامون اون محوطه‌های نفتی باشه. ولی یه مقدار کلانتر بخوایم نگاه کنیم، توی یه کشوری مثل ایران نفت تجربه زیسته تک تک مردمه، حتی اگه به طور مستقیم باهاش درگیر نبوده باشن، حتی اگه از نزدیک ارتباطی باهاش نداشته باشن، لمسش نکرده باشن. نفت یه موضوعیه که توی سیاست ما دخالت میکنه، توی اقتصاد ما دخالت میکنه و تقریبا روی همه جوانب زندگیمون تاثیر میذاره و فکر میکنم که طبیعیه که این ایده شکل بگیره و نوشته بشه. رمانتون درباره کارگران، درباره استعمار، فقر و جهل، اونم تو فضایی با آفتاب سوزان و طبیعتی خشن. از این نظر خیلی شبیه داستانایی که با موضوعات مشابه درباره زندگی تو جنوب ایران نوشته شده. اما کتاب شما برخلاف خیلی از این آثار رویکردی واقع‌گرایانه نداره. چرا؟ شاید علتش این بود که احساس میکردم توی فضای واقعی شاید نتونم خیلی از نکته ها و بحث ها و ایده هامو ابراز کنم، ولی توی اون فضای ساختگی دستم باز بود برای اینکه تموم اون نکته هایی که ذهنم مشغول کرده به داستان در بیارم. از طرفی من میخواستم داستانم قصه گویانه هم باشه، یعنی نمیخواستم فقط یه ماجرای واقع‌گرا رو نوشته باشم، میخواستم برای مخاطبم قصه هم بگم. برای همین فکر میکنم جذب این سبک شدم. وقایع کتاب توی یه مکان خیالی اتفاق میفته به نام خنازیر و تا جایی تو کتاب زمان داستانم کاملا نامشخصه، تا اینکه اشاره مختصری میکنید به شخصیت‌های تاریخی مثل مصدق یا شیخ خزعل، فرماندار خرمشهر در اواخر قاجار و اوایل رضاشاه. چرا یه سرزمین تخیلی و یه زمان نامشخص انتخاب کردید اما بعد با بردن نام این شخصیت‌ها داستان رو از نظر زمانی و جغرافیایی محدود کردید؟
خب شما من بتونم اینجا با شما مخالفتی کنم. من درسته که از این اسامی به صورت نمادین استفاده کردم، مثل همون توتال که من از اون کلمه به صورت نمادین استفاده کردم تا یادآور مقوله نفت باشم، ولی خب همونجور که میبینید سرنوشت شیخ خزعل سرنوشت واقعیش نیست، باز هم برمیگرده تبدیل به یه افسانه میشه، تبدیل به یه اتفاق خارق العاده میشه سرنوشت زندگیش. در واقع خودم احساس میکنم که من سعی کردم از این اسما به صورت نماد استفاده کنم. در این حال میخواستم پیوند بین بخش اول که کاملا تخیلی بود و بخش آخر که به رئالیسم نزدیکتر میشد رو با این اسامی توی فصل دوم برقرار کنم. شخصیت یحیی که راوی فصل دومه یه پسر بی سوادی بوده که بعد از یک سال و اندی زندگی با سر هرود، مرد انگلیسی صاحب نفوذ شرکت نفت، خوندن و نوشتن یاد میگیره. یحیی اما تو کتابتون از بردهداری مدرن حرف میزنه یا درباره آرامشی که از تربیت مسیحی میاد نظر میده. با چه توجیهی این شخصیت تازه با سواد شده چنین دیالوگهایی رو ادا میکنه؟ توجیه اصلی خودم که قلبم بهش باور دارم اینه که من شخصیت‌های داستانی رو آفریدم برای اینکه ایده های منو پیاده کنن و حرفای منو بزنن. من واقعا قبول ندارم که یه شخصیتی بسازم و به جای اینکه اون شخصیت به من وفادار باشه و خواسته های منو برآورده کنه من دنبال روی اون قرار بگیرم. نه، فکر میکنم درستش اینه که اون شخصیت اجرا کننده ایده و دیدگاه های من باشه. از طرفی توی فصل دوم یحیی با یه فاصله زمانی داره خاطرش رو تعریف میکنه. در نتیجه خب میشه گفت که توی اون فاصله زمانی شاید بیشتر فرصت فکر کردن یاد گرفتن داشته. به علاوه هر فردی میتونه مطابق سبک زندگی خودش، مطابق دریافت‌های خودش از زندگی، تجربه‌هایی که داشته، مسائل عمیقی رو بیان کنه. اگه میشه چند خط از رمان توتال برامون بخونید. دماغ شد، توی لک رفت. از اینکه باورش نکرده بودم حالش گرفته شد. گفت خیلی خوب، بی خیال، بیا اینجا چیزی بخوریم. از بساط سر هرود کمی نوشیدنی باقی مانده بود. ته بطری آخر بود که ریختمش توی دوتا استکان. گفتم به سلامتی رفاقت. خندید و گفت به سلامتی زن ریشو. رفتیم بالا، سرش گرم شد. حالا دیگر آماده بود. من هم آماده بودم که برویم کار را تمام کنیم. بیرون که رفتیم کنار درخت مکسی کرد. انگار آن زن را می دید یا توی جای خالی آن زن او را می دید یا نمی دانم. به هر حال مکس کرد. من هم ایستادم، نگاه کردم تا مطمئن شوم هیچ موجود زنده آن دوروبر نیست، چه برسد به آن زن که سالها پیش رفته بود. از همان زمان مرگ سر هرود غیبش زده بود. مرا به نفرینی ابدی به همین سرگردانی و بیمرگی دوچار کرده بود و ناپدید شده بود. بعد رفتیم، تمام شد. بعدش رفتیم توی تاریکی و همه چیز تمام شد. موزه هنرهای معاصر تهران بعد از 2 سال تعطیلی با 2 نمایشگاه عکاسی مفهومی و ارغوان بازگشایی شد. این موزه که یکی از گنجینه‌های بزرگ هنر سده 20 جهان رو داره، در 2 سال گذشته در حال بازسازی بود. نمایشگاه عکاسی مفهومی انتخابی از کارهای هنر مفهومی گنجینه موزه است که آثار شاخصی رو پیش روی بیننده ها قرار داده. کارهایی از هنرمندانی مثل برنت و هیلا بشر، جان بالدسری، گیلبرت و جورج، ادروشا و دنیز اوپنهایم. در مجموعه شناخته شده از زوج آلمانی یعنی برنت و هیلا بشر با شبکه‌هایی از عکس‌ها سر و کار داریم که معماری صنعتی برج‌های خنک کننده و مخزن‌های گاز را عکاسی کردند. این عکس‌ها همه به شکل خونسا و از یک زاویه دید و ترکیب بندی تکراری و ساده گرفته شدند. سازه‌های قدیمی این عکس‌ها با عنصر تکرار و شباهت یادمان‌های صنعتی آلمان پس از جنگ جهانی را ثبت کردند.
جان بالدساری یکی از هنرمندهای جریان هنر مفهومی و پسا مفهومی بود که طنز رو چاشنی کارهاش میکرد. در مجموعه ای از او عکسی از خود هنرمند رو میبینیم که در گوشه بالای کار در حال سیگار دود کردنه و در گوشه پایین اشیایی مثل یک لیوان، یک تکه چوب، گچ و از این قبیل رو میبینیم. در زیر هر عکس جمله‌ای نوشته شده که ظاهراً خیلی ساده تصویر رو توصیف می‌کنه، اما بازی زبانی و ابهامی که در جمله وجود داره به مقایسه‌ای به ظاهر بی‌معنا بین لیوان و سیگار منجر میشه. میشه بعد از 37 سال به عقب برگشت، قضاوت کرد و انتقام گرفت. این موضوع فیلمی به نام میترا، دومین ساخته بلند کاوه مدیری، کارگردان و نویسنده ایرانی مقیم هلند که بیشتر با فیلم بودکین راس شناخته شده. میترا با بازی یاسمین طباطبایی، شبنم طلویی و محسن نامجو در جشنواره روتردام امسال که به صورت آنلاین برگزار شد به نمایش در اومد. تماشا با کاوه مدیری درباره این فیلم صحبت کرده. بله بفرمایی. اتفاقا امروز تو شهره، میخواست ببینتتون. میترا خانم، دخترتون دیروز صبح تیبارون شد. فیلم میترا درباره یه خانومیه به نام هاله که 72 سالشه، توی هلند زندگی میکنه و به عنوان استاد دانشگاه کار میکنه و یه روز به هاله خبر میرسه که از طریق سازمانی که اون کسی که دخترش رو 40 سال پیش لو داده توی ایران الان خودش به عنوان پناهنده اومده هلند. چیزی که مهمه اینه که هیچ وقت اینا همدیگر رو درست ندیدن. اون روزی که لیلا اومده تو خونه و خیلی ها رو لو داده، هاله فقط صداشو شنیده و الان این همه سال بعد از طریق این صدا باید شناسایی بکنه که این آدم همون هست یا نه. تلس میترا اسم خواهرم بود از طرف مادری که توی همون سالهای اول بعد از انقلاب اعدام شد و اسم فیلمو اسم خواهرم هستش. و چیزی که همیشه واسه من این سوال بود این بود که اگر این مادر، حالا مادر خود من نه، مادر نوعی، اون کسی که دخترش رو لو داده رو پیدا میکرد چی کار میکرد؟ و در واقع فیلم از اینجا حرکت میکنه. اینه؟ این زن خیلی های دیگرم لو داده. بعدم تو زندان تواب شد و زن گلزار شد. فیلم درباره یه زمانی تو تاریخ ایرانه که خیلی کم راجبش حرف زده شده، خیلی کم راجبش ساخته شده. سالای اول بعد از انقلاب، بگیرایی که بود، اعدام هایی که بود، با هدف بوده که این سفر رو از تاریخ ایران به یاد کسی نمونه، پاک کنیم. و ضمناً شخصیت هایی که توی فیلم باهاشون آشنا میشیم هیچ کدوم مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیستن، با خودشون درگیرن تو این چالش خوب و بد. مثل حاله که الان که بعد از این همه سال فکر میکنه شاید اون کسی که دخترش رو لو داده رو پیدا کرده، با خودش باید درگیر بشه راجع به انتقام گرفتن یا نگرفتن. مثل لیلا که اگر خودش باشه، حالا خانم 52-53 ساله است و خودش یه مادر یه دختر 13 ساله، مادر خوبیه، از اون کشور فرار کرده که برای دخترش آینده بهتری بتونه بسازه. و چطوری میتونیم یه کسی که توی سن 17 سالگی این کارو کرده، توی سنی که هیچ کسی نباید توی اون شرایطی باشه که بخواد راجب زنده موندن یا نبودن کسی دیگه تصمیم بگیره، بخواد برای خودش رو نجات دادن یا فامیلش رو نجات دادن کسی رو لو بده، چطوری ما میتونیم قضاوت کنیم راجب همچین کسی؟ تو شوهر کردی به من نگفتی؟ ازدواج تشکیلاتیه. یعنی چی؟ همین جوری زن یه غریبه شدی؟ میشناسیش؟ پسر خانم محبی. الان کجاست؟ فراریه. پروسه نوشتن فیلم حدوداً 2 سال طول کشیدش. البته قبلش با نوشتن رمان شروع کرده بودم. اینکه فیلمو بخشای ایران دوره بعد از انقلاب رو باید بازسازی می‌کردیم یکی از کارهای سخت و وقتگیر این فیلم بودش. به عنوان لوکیشن اردن انتخاب کردیم، عمان که یه شباهتایی داره به تهران. نه فقط باید تهران رو توی عمان فیلم برداری می‌کردیم،
همچنین تهران اون زمانو، یعنی خیلی محدود می‌کردمون از اینکه چه چیزایی رو می‌تونیم فیلم برداری کنیم چه چیزایی رو نه. بر فرض ساختمون مدرن خب نمی‌شد دید، ماشینای امروزی نمی‌شد دید، فیلم بردار، تیم پروداکشن دیزاین غیره همه از دانمارک، آلمان، هلند و جاهای دیگه بودن. اینه که تحقیقات زیادی می‌خواست که بتونن اون چهره رو که ما می‌خوایم نشون بدن. یکی باید تماس می‌گیره. فیلم توی زمان حال امروزی شروع میشه تو هلند 2020. با حاله برمیگردیم به گذشته، به دیدارهای آخری که حاله با میترا داشته و توی گذشته و حال از لحاظ هم فیلمبرداری هم رنگامیزی یه اختلاف زیادی میبینیم. توی تهران 1981 دوره شلوغ پلوغی و حساسیه، دوربین خیلی در حال حرکته، رنگ‌ها طوری دارن انگار دارن آتیش میگیرن، در صورتی که دنیای امروزی اروپا که می‌بینیم خیلی دنیای تیره و تاریکیه و فضا میده بهمون واسه همون شکی که حاله داره. این مادری که هیچ وقت اون کسی که دخترش رو لو داده رو درست ندیده، از پشت یه پارچه دیده، صداشو شنیده. یعنی همیشه این جای شک هست که این آدم همونه یا نه. و از طریق این تاریکی که اینجا توش هستش، از طریق اینکه خیلی وقتا روی صورت اون کسی که حالا لیلا باشه یا نباشه درست نور نمیفته و در واقع یعنی اون جای شکیو که حالا داره که برای شناسایی توی رنگامیزی، توی نور و توی شیوه فیلم برداری انعکاس میشه. خیالت راحت شد؟ کار خودتو کردی دیگه، برق سفازتش پرید، بعد این همه سال فکر کرده بود از شر همه چی خلاص شده تا جناب علی سر کلت پیدا شد. پروسه نوشتن رمان خیلی پروسه تنهاییه. اون موقعی که خوب دارم می نویسم، یعنی هی تنهاتر و تنهاترم، هی با کاراکترهایی که تو ذهن من دارم زندگی می کنم. در صورتی که فیلم از اولش تا آخرش پروسه گروهیه. چیزی که من تو ذهنمه از طریق همه کسایی که باهاشون کار میکنم و چیزایی که اونا با خلاقیت خودشون بهش اضافه میکنن، اون میشه اون فیلم. و کتاب اون کاریه که من خودم از اول تا آخر میکنم. ولی خب کتاب یه آزادیای زیادی هم واسم داره، اونم اینه که برفرض لازم نیست چند سال دنبال پول بدوام. در واقع دو تا بخش از شخصیت خودمه که توی این دو تا حرفه میتونم بگنجونم. برادرمو دیدی؟ من شما رو قبلا ندیدم. حالا تو مفتش شدی الان. چجوری پیداش کردی؟ یعنی یه دفعه جلوت ثبت شد؟ خودتون چی؟ شما بچه نداری؟ بپا. بپا دنبال مون؟ نه. از تو این همه عذابی که کشیدی، نمیخوای انتقام بگیری؟ شما از زندگی من چین؟ آخه تو چجور آدمی هستی زن؟ من چی کار کردم؟ شومی توماتسو که به عنوان پدر عکاسی ژاپن شناخته میشه و دایدو موریاما عکاس جریانساز ژاپنی، هر دو از چهره‌های مهم عکاسی در نیمه دوم قرن بیستم هستند که اغلب آثارشون رو در توکیوی بعد از جنگ جهانی دوم گرفتند. این دو دوست عکاس همیشه آرزو داشتن نمایشگاه مشترکی برگزار کنند که سرانجام چند سال بعد از مرگ توماتسو، خانه عکس پاریس امسال این آرزو رو محقق کرد. تماشا سری زده به این نمایشگاه مفصل که توکیو نام داره. دو عکاس فوق‌العاده خلاق که هیچ محدودیتی برای کار خودشون قائل نیستن. دو عکاسی که مدام در کار کشف ماهیت عکاسی بودن. دایدو موریاما و شومی توماتسو هر دو خودشون رو با سگ‌های ولگرد مقایسه کردن.
شومی توماتسو تعریف میکنه که در دوره از زندگیش در هتل زندگی میکرده. مرتب از این هتل به اون هتل میرفته و محله ها و فضاهای جدید رو کشف میکرده. درست مثل یک سگ بلگرد که دائم محیط جدیدی کشف میکنه. به خصوص که اغلبم از کف زمین عکس میگرفته. در عکس های دایدو موریا ما هم باز این نوع رابطه با شهر و خیابون رو میتونیم ببینیم. خودش هم میگه که شیوه کارش بسیار غریزیه. گاهی اصلا تلاشی برای کادربندی نمی کنه. در شهر پرسه می زنه و رابطهش با شهر یه جورایی فیزیکیه. شومی توماتسو که به نوعی استاد موریاما محسوب میشه در سال 1930 در ناگویا به دنیا اومد و بعد اتمام تحصیل در رشته عکاسی ساکن توکیو شد تا کارش رو به عنوان عکاس مستقل شروع کنه. در اون دوره او شاهد جامعه در حال تغییر ژاپنه. جامعه‌ای وحشت زده از جنگ و بمب اتم. توماتسو از دهه 50 تا 70 میلادی مبدل به عکاس شاخص یک نسل شد. کتاب های عکس زیادی منتشر کرد با عکس های از توکیو و همینطور هیروشیما و ناکازاکی. او چند نسل از عکاس ها رو تحت تأثیر قرار داد، نه فقط عکاس های ژاپنی بلکه در سطح بین المللی. او در سال 2012 از دنیا رفت و این نمایشگاه در واقع ادای دینی به او و سالهای کار عکاسیش. دایدو موریاما جوانتره و متولد سال 1938 در استان اوساکا است. بعد از تحصیل در رشته طراحی صنعتی مشغول عکاسی میشه و در سال 1961 به توکیو میره تا به آژانس عکس ویوو که توماتسو تأسیس کرده بپیونده و مهمتر این که خود توماتسو رو که بسیار تحسین میکنه ببینه. به این ترتیب او هم به نوعی به نسلی از عکاسای ژاپنی میپیونده که خلاقیت غریبی در آثارشون دیده میشه. در سالهای 1960 و 1970 موریاما تعداد زیادی کتاب عکس منتشر میکنه و انگار با هر مجموعه معنا و مرزهای عکاسی رو از نو تعریف میکنه. با دیدن آثارش در همین نمایشگاه آدم احساس میکنه با یه عکاس جوان طرفه که هنوز کلی حرف برای گفتن داره. در این نمایشگاه به هر کدوم از این دو عکاس یک طبقه ساختمون رو اختصاص دادیم تا بیننده بتونه متوجه انسجام و در این حال تنوع آثارشون بشه. درباره شباهت و تفاوت آثار این دو باید گفت شومی توماتسو یکی از اولین عکاساییه که روی کرد عینی و مستندگونه عکاسی رو که هنوز در اون دوران غالب بوده زیر سوال میبره و یک فضای ذهنی قوی وارد عکاسی میکنه. هرچند این ذهنیت خودش در خدمت یه جور گزارش دادن خبری و انتقاد از مسائل سیاسیه. برای مثال فرایند آمریکایی شدن جامعه ژاپن یا جنبش‌های اعتراضی دانشجویی. دایدو موریاما در دهه 60 با در هم ریختن قواعد عکاسی مسیر جدیدی باز کرد. او بسیار تحت تاثیر استادش توماتسو بود و تونست در ذهنیت گرایی در عکاسی از استادش هم جلوتر بره. او که معتقد بود عکاسی کردن پیش از هر چیز یه جور تجربه کردنه، موفق شد از عکاسی واقع گرایانه کاملا فاصله بگیره. شباهت این دو به هم در آزادی بی حدشون در کار عکاسیه. توماتسو گاهی رویدادهای سیاسی رو به تصویر میکشه. گاهی از اونجا در اطرافش میگذره عکس های انتزاعی خلق میکنه.
و در این حال در بعضی از عکس‌ها در حال تجربه کردن و خلق تصاویری معماگونه، چند لایه و محوه. شومی توماتسو و دایدو موریاما در عکس‌هاشون به شهر به چشم فضای عمومی نگاه میکنن. شومی توماتسو نگاهش به جامعه است، به اونچه بر ژاپن پس از جنگ میگذره. برای اون جایی که همه چیز بروز میکنه و اتفاق به وقوع میپیونده فضای عمومیه. دایدو موریاما هم یک عکاس خیابونیه که فضای شهری رو مثل صحنه تئاتر میبینه و شهر براش مکانیه که در اون کمدی و درام هر دو در جریانه. جایی که همه چیز موضوع نگاهه و میشه صحنه‌های بیشماری از زندگی با شخصیت‌های متفاوت رو کشف کرد. شهر برای او دکوریه که سقفش آسمونه و امکاناتش نامحدود. پایان برنامه این هفته رسیدیم. ممنون که بیننده ما بودید. مثل همیشه یادآوری میکنم که تماشا رو میتونید روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید و گزارش های ما رو هم روی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تا برنامه بعد، خداحافظ.